گفته تالا خلرزا کردی؟ ما چشو گرفتم همه کردم تالا همزمان با دو نفر بودی؟ از سعدت انتظار نداشت. سلام جیفر چطوری؟ دوباره اومدیم با سوالای جنجالی یس اور نو. از اونجا که از پارت قبلی خیلی خوشتون اومد و ترکوندینش، اومدیم پارت بعدیشو بگیریم. البته بچه ها سوالای این پارت خیلی جنجالی تره. اگه میخوای بدونی که چیه سوالات و جوابمون به اینا چیه، همین الان ویدیو رو لایک کن و بریم ادامهشو ببینیم. یس نو. بچه ها سوالا رو مشتبا نوشته، خیلی مغزش منحرف و کثیفه. گفته تارا شده با لذت بوی گوزت رو استشمام کنی؟ هیچ سوالیه. بله نو همه با لذت گوز خودشون رو بو میکنن. با نه. لذت نه با لذت بعدم شاید نیاد، ولی با لذت هم بو نمیکنه. بذارید اچا میخوام یه چیزی رو روشن کنم. از اونجایی که هر کوئسشن باکسی هر ویدیویی یه دونه گوز توش هست، ببخشید بی ادبی نیست، گوز یه چیز طبیعی از انسان خارج میشه. بی ادبی نمکنم، میخوام اینو بهت بگم. دوا میزنه بچا. همین الان تو کامنت ها بگید که شما هم نظرتون همینه یا نه، همین جوری هستین یا نه. آدم از گوز خودش بعدش نمیاد اصلا به هیچ وجه. تو میگی لذت میبرم، لذت هم بعضی موقع میبری، ولی حالت بد میشه از بوی گوزه یکی دیگه، یعنی میخوای بالا بیاری. بعضی موقع دروغ نگین تو کامنت، بعضی موقع خوشش میاد آدم از بوی گوزه خودش. به عجب گوز کندم، گوزی زدم، چی میگه؟ دادم، گوز دادم، عجب گوز دادم. بچه اینجوری میکنم، گوزی دادم نه؟ بچه اینجوری میکنم جینو. عادت همه گم، عادت همه گم، عادت همه. برو بعدی بچه ها. یه چیز دیگه هم برای مشخص کنید، گوز رو میکنن یا میدن یا گوز پراکنن، چجوری نمیدونم چیه فعل گوز چیه. گفته تا حالا شده دوستاتو بپیچونی نری باشون بیرون تا دلت بخواد؟ مگه میشه؟ من کلا نمیرفتم بیرون. من مثلا یکی بود، از اونایی بودم که نمیرفتم بیرون، مثلا خوشم نمیومد ازش، ولی روم هم نمیشد، مجبور میشدم بپیچونمش. شما چی بچه ها؟ تا رو پیچوندین؟ این پیچونده اینا بابن بذار بگو پیچوندم. دروغ نگی ها، راست اگه پیچوندی و پیچوندم. سوال بعدی. این چه سوالایه؟ خودت میخواستی بنویسی؟ خیلی منحرف این ذهن این. گفته تا رو خلرزا کردی؟ پشمام. خب مگه میشه؟ یعنی هیچ کس نیست که نکرده باشه، اونم تو نوجوانی. همه کردن به نظر من، حتی یک بار، یعنی از سر کنجکاوی هم که شده باشه کردن همه. آره اصلا سن نوجوانی باشون نکنی به نظرم اصلا نرمال نیست به نظر من. آره. اگرم کسی میگه نکردم دروغ گفته، حداقل همه یه بار انجام دادن، همه نیاز داشتن بالاخره. تا حالا غیبت پارتنرت کردی؟ نه خدایش نه. آره ولی غیبت خوب بوده؟ نه اون غیبت حساب نمیشه، خوبی ما گفتی، تعریف همو کردی. مثلا بگم اش مشتبه خیلی گنده اخلاقش، قبل از اینکه با هم رابطه داشته باشیم غیبت هم کردی؟ نه. ها رابطه؟ گفتی شبیه اون. نه. نه. موقعی که من رابطه با هم نداشتیم گفته وای اصلا خوشم نمیاد ازش، یعنی تو فکرش نمی گنجید، چندشش میشد اینکه با من باشه. اصلا نمیرسم تصور کنم که با مشتاق باشه. دلتم بخواد. ولی خب قومت منو چه عشق الان شده زندگی من، تو گوشیم سیو زندگی. خب تا حالا همزمان با دو نفر بودی تو رابطه؟ آت تو سرت یس؟ چرا؟ با کی بودی؟ با کی بودی؟ نمیگم. چجوری با دو نفر بودی؟ با من و با یه نفر دیگه؟ نه که با دو نفر باشم، مثلا پی ام داده جوابشو دادم. نگاهی چی شاش کجی گره برم؟ یه شیشه میکشه چی شاش برم.
یعنی چه خب دیگه این رابطه داشتی دیگه؟ نه رابطه نبود، در رابطه. بچه رو الان داری رابطه حسابش میکنی؟ مثلا میگم به دو نفر داشتی حرف میزدی اینجوری، اینجوری هم حساب میشه. البته تو نوجوانی ها، نه الان بچه بودم. اصلا ازت انتظار نداشتی. بشین، ببین جنبه داشته باش. ایشو کی بود حالا؟ کوچیک بودم، میگم که کوچیک بودم. منم کوچیک، منم الان همون هرون کوچیکم، الان میرم تو خیابون. منظورم نوجوان بوده. با سه نفر رابطه میزنم تو بشه چهارمی. خیلی بیشوره این. الان هنو بچه هم کوچیکم. الان که تو رابطه ای دیگه پورم کرده خاک تو کلت بشن. بایستا ببینم، مگه تو نگفتی بجز من اصلا قبل ازم با عشقی تو رابطه نبودی؟ ببین رابطه، نگاه مچشو گرفتم. ببین رابطه، رابطه، این رابطه نیست که مثلا دو تا پی ام بدی به این و اون با تو به دو نفر اصلا پی ام رابطه بازی. رابطه نه. چی بوده؟ این بوده؟ مثلا پی ام دادی، مثلا سلام خوبی کجای مثلا همچین چیزی، نه رابطه که عاشق باشم، رابطه اسمسی مثلا علاقه من بشم، بشم وابسته بشم، دوست بسر دوست دخت اینجوری نه. اسمسی بوده؟ آره مثلا اسمسی اینجوری، ولی رابطه فرق داره. مثلا رابطه خودم تا حالا شده بگه ای کاش که تو ایران به دنیا نمی اومدم؟ آره مگه میشه؟ بچه شما بگین شده؟ حالا شده که بگم چرا تو ایران به دنیا اومد نیومد چی؟ خودش نوشته، خودش نمیدونه. انگید کنن شده که بگم آره پشیم، مثلا دست خود آدم که نیست که کجا به دنیا بیاد. کاش من ایرانی نبودم یا مثلا تو ایران نبودم. ولی به نظر من اگه این محدودیت ها جلو راه من نبود تو ایران، محدودیت ها، این فیلترینگ ها، این چیزا نبود، سرعت کم اینترنت، آره اصلا به این جایی که الان هستم نمیرسیدم. چرا؟ چون اگه مثلا همه چی آزاد باشه، آره، همه چی مهیا باشه، پولدار باشی، اینا یه تلاش نمی کنیم. همیشه آدم تو سختی ها شکم هم اینقدر بود خوابیده بودم یه توی کشور اروپایی مثلا پف کرده بودم گوز میدادم کل خونه بود گوز میداد، هیچ تلاش هیچ چیز نمی کردم، اصلا هیچ کم من نمیشه. نه آره همیشه آدم خدا شو من اینجا میگم که خدا شو که ایرانیم، یعنی تو ایران بودم با شرایطی که داشتیم، مثلا شرط اقتصادی بد، اینترنت چیز مثلا شغل و همچین چیزی شغل خوبی نیست واسه جوونا، آدم تو محدودیت ها ستاره، آره میشه. بعد آدم تلاش میکنه تو همون محدودیت و سختی ها بالاخره موفق میشه. بله. تا حالا شده بچه فامیل رو دور از ننه باباش بزنیش؟ اصلا من اصلا دلم نمیاد. در حد تو پس کله زدم. نه نبود موزم نبود موز. اصلا من واقعا خیلی با بچه ها خال میده، خیلی آزاخیده، با بچه ها خیلی مهربونم، خیلی دلم میسوزه. نه بچه ها ببینید این موضوع فرق فکوله، بعضی موقع هست یه بچه های هستن اصلا هیچی هم که نگن رو مخن، یعنی آره. بعض بچه هست نگاش کنی بعدت میاد آره، ولی من نمیتونم اصلا چیزی بهشون بگم یا بزنمشون، اونا رو هر از گاه مثلا داره رد میشه میبینه کسی یه در پسکل نمیزنی بهش حال میده، جگرت حال میاد، یعنی هرچی بچه شید شما هم تو کامنت ها بگید تا حالا پسکله ابدار زده بچه فامیلی یا خوردین بچه که بودیم، شاید هم خوردن حالا. ولی من اصلا هر چی که بد باشه بچه، هر چی که فضول باشه نمیتونم بزنم، مثلا دستم نمیره که، یا مثلا نمیتونم چیزی بهش بگم، لذتشو درک نکردم. واقعا بچه من خیلی بچه نوس و ناناری میشه، میدونم سرادو بزن تو فقط باید جلوشو بگیر، من خیلی میزنم تو سراش شور. هنوز که نزدم، حواست باشه دست بلند نمی کنی روشا، هنوز بچه اینی در کار نیست که داری دعوا اصلا نبا بزنیش، با هر حل میشم چی بس موقع پسکله لازم نمیخواد، اصلا دست بلند نمی کنی رو بچه زبکو خودت هم میخوری نذاری آیدی بذار ببین اون سری هم نذاشتی، اون سری هم گفتم نذاشتی، نمیریزم پولت نمیدم، اون سری هم گفتم نذاشتی ها دست رو دماغش کرد، این سری بذاری ها، یا حسین یا زینب یا عبدالفرد یا نه اینجوری گرم که تو جنجال به پا کنی. تارا تو دستشوی بودی کسی بیاد رو سرت تا در رو باز کنه؟ تا شلوارت پایینه یکی بیاد مثلا تویه یو. آره ولی خیلی کوچیک بودم مثلا ندی چیزی یو در باز کرد سری رفت. یه دونه رمز موفقیت دارم برای اینکه کسی نیومده رو چیز، اینم من همین اینا رو
معتاد ها نمیگیم همه اینا رو من مدیون پدرم هستم از همین جا داشت تشکر میکنم چی؟ یه صدایی هست دو ساعت بعد دستشویی اینو یادت باشه برای شما میگم بچه یاد بگیری نه اثر کن این اهم نیست تا دیدی صدا پا میاد اصلا بگو تو کوچه باشه هیچ فرقی نداره اینجوری کنم گفتم که اهم گفتی اینو بگی اصلا کلن اینجوری میره اگه میخواستی دستشویم میره تو دست میره تو کوچه اینجوری میکنه اینجوری میکنه میره تو کوچه اصلا میگه من با تو نبودم نمیخواستم بم دستشوی اگه تو شما هم تو دستشوی اهم میکنی کامنتا بگو که من اهم میکنم اهم همه تون برسید اهم اهم چهارا شده صحنه ای که تو حال الان داری داخلشی واسه تکراری شیو که قبلا واسه این اتفاق افتاده من خیلی شده آره من خیلی من مطمئن واسه همه پیش افتاده اسمشو نمیدونم چیه اسمشو اگه میدونین تو کامنت پیش افتاده پیش افتاده چیه اسمش بچه ها چیه صحنه تکراری میشه تو کامنت ها بگید بدونیم بچه ها مثلا من اینجا چند بار شده مثلا یعنی قبلا من اومدم استانبول یعنی این زندگی رو داشتم آره اینجا همین برای شد من اینجا هنوز برام نشد من اینجا دو سه بار شده یه صحنه مثلا داشتیم میرفتیم وسایل بخریم یا تو ماشین بودیم گفتم ای قبلا من اینو دیدم بعضی موقع از آینده خبر دارم مثلا از دو سه ثانیه بعد که چه اتفاقی میفته میفهمم بعد شما میدونید جریانش چیه یعنی قبلا اینا تو خواب دیدیم یا روحمون میره آینده چجوریه یا روحمون قبلا جای دیگه زندگی رو کرده چجوریه فکر کنم اگه کسی میدونه حتی اینو بگه فکر کنم تو خواب دیدیم اینو من شنیده بودم که مثلا وقتی خوابیم روحمون میره آینده به آینده سفر میکنه وقتی که میرسه بهش به اون حال تکرار میشه خب بچه های سوالات ما اگه دوست دارین پارت بعدش هم دوباره بسازیم با سوالای جنجالی تر حتما توی کامنت ها بهمون بگین ویدیو رو هم لایک کنید لایکش هم برسونید به 5000 تا بریم واسه پارت بعدی خیلی خفن تر تو کامنت ها هم سوالات جنجالی ها بنویسید که تو پارت بعدی با سوالات جنجالی شما از همینا استفاده کنیم تو کامنت ها حتما بنویسید سری قبلی تو کامنت ها خیلی نگاه کردیم ولی چیزی نبود این سابسکرایب نکرده نکردی؟ این یکی سابسکرایب کرده زنگولشو نزده اگه زنگولشو بذاری تا ویدیو بعدی گذاشتیم تو سری میفهمی پس بزن زنگولشو زنگولش اگه ویدیو رو لایک نکردی اولا لایک کن سابسکرایب هم اگه نکردی بکن زنگولشو اگه نزدیم بزن مرسی که ویدیو رو تا آخر دیدی تا ویدیو بعدی خدافظ خدافظ Yellow Zan look like SpongeBob. You still rock bottom at the bus stop. Bitch, scoop her nose up in your hoe. Dick in the sandy cheeks, she touch her toes. Leaning like the tower of pizza. Eating my car, she got pizza. I forget, bitch, I don't need her. Someone get Patrick a t-shirt. Shout out my nigga, no t-shirt. Ayy, I just pop five Addies, two Zans in my kelp shit. Wash it down, no Krabby Patty. What?